اطلاعیه 1472 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی منطقه شمال آلمان. باز هم تجمع اعتراضی، باز هم بیتفاوتی به خواسته های معترضین و باز هم سرکوب. معلمین کشور با وجود اعتراض، تحصن، اعتصاب و دادخواهی پی در پی در چند سال گذشته همچنان بلا تکلیف و معیشت آنها به سخره گرفته شده است. با وجود اینکه شورای انقلاب فرهنگی در سال 1390 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تصویب کرد، اما از همان آغاز مورد بیتوجهی قرار داشت و از اجرای آن طفره رفتند. دولت دوازدهم در سال 1399 وعده اجرای لایحه رتبه بندی و همسانسازی حقوق فرهنگیان را داده بود، اما با عدم تحقق این امر به گردن دولت سیزدهم افتاد که با وجود حضور معلمین در اعتراضات شهرهای مختلف نشان از بیتفاوتی و عدم برنامه ریزی برای این معضل را دارند. با همه اینکه سازمان برنامه و بودجه با اختصاص مبلغ 25 هزار میلیارد تومان برای اجرایی شدن آن اعلام موافقت کرد، اما چندی پیش محمد باقر قالیباف گفت که مبلغ اختصاص یافته 12.5 هزار میلیارد تومان و اجرای کامل آن در لایحه سال بعد پیش بینی شده است. در پاسخ به این اقدام، شورای هماهنگی کانون صنفی فرهنگیان همراه با هزاران تن از معلمان سراسر کشور در یک اقدام هماهنگ دست به تحصن زده و با تعطیلی گسترده کلاس‌های درس مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و همینطور ساختمان مجلس حضور یافته و اعتراضشان را به بیتوجهی مسئولین کشور به مشکلات صنفیشان ابراز داشتند و خواهان اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوقها شدند و نسبت به تصمیم دولت که برخلاف تعهداتش اجرای لایحه رتبه بندی و همسانسازی حقوق را به سال 1401 موکول کرده به شدت معترض شدند. آنها خواسته هایشان را در قالب شعارهای نظیر ما هم از فرق مینالیم، هم از فقر و معلم به پاخیز برای رفع تبعیض فریاد کردند. همچنین یکی از مطالبات معلمین آزادی معلمین بازداشتی یا زندانی از جمله رسول بداغی، مهدی فتحی، یعقوب یزدانی، اسماعیل عبدی و محمد رضا رمضان‌زاده است. اما در مقابل این اعتراضات سراسری فرهنگیان، واکنش دولت همچنان نشان از بی‌تفاوتی و عدم برنامه‌ریزی مدون برای رفع مشکلات آنان است. آنها برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و تعطیلی مدارس لایحه را به مجلس فرستاده تا بخشی از آن به تصویب برسد. با این وجود معلمین در تجمع اعتراضی به تصویب ناقص لایحه رتبه بندی معلمان در مجلس همچنان اعتراض دارند. سخنگوی کانون صنفی معلمان در مورد طرح تصویبی مجلس گفت سر همبندی است، نه طرح رتبه بندی. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، دولت و مجلس نه تنها توجهی به مطالبات نکردند، بلکه با رونمایی از بودجه انتقبازی سال 1401 نشان دادند که اراده‌ای برای حل مشکلات ندارند. علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هم در توضیح این لایحه اظهار داشت تاریخ اجرای این لایحه
از 31 شهریور ماه سال 1401 خواهد بود و شامل حال معلمین است، نه بازنشستگان. فراموش نکنیم که در اصل 43 قانون اساسی تاکید بر رفع فقر و محرومیت دارد و بدیهی است که فرهنگیان که شغل آنان تأثیر مستقیمی در ساخت جامعه پویا را دارد، محق یک زندگی در شأن و درخور آنان هستند. حال باید منتظر سرانجام تصویب آن در شورای نگهبان و تحلیل دقیق تر آن توسط جامعه فرهنگی کشور شد. مضافاً به اینکه تعدادی از معلمین حق طلب و فداکار همچنان در زندان‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و حبس‌های طولانی مدت به سر می‌برند. ما فعالین حقوق بشر این گونه رفتارهای تبعیض‌آمیز و بی‌تفاوتی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران را نسبت به حقوق فرهنگیان کشور شدیداً محکوم نموده و با تأکید بر اجرای اهداف سند 20C یونسکو، به خصوص هدف 1 پایان دادن به فقر، هدف 3 ترویج رفاه، هدف 8 اشتغال شرافتمندانه و هدف 10 کاهش نابرابری داریم. ما همچنین با استناد به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین ماده 20 آزادی تشکیل مجامع اعتراضی مسالمت آمیز اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 23 برخورداری از مزد منصفانه و رضایت بخش خواهان توجه و تأمین حقوق اساسی و نیازهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و آزادی کلیه معلمین زندانی کشور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.